شما چیزی که چنانچه که در جریان هم هستین از تاریخ عبده بالای ولسوالی خوست از رای فرخار برسج 2500 نفر و از رای کتل سیچی اندراب ها 2500 نفر و 300 نفر هم از رای نارین و سرکردگی کماندان قول اردو والی بغلان و کماندان لوای کلرگی داخل منطقه شدن و دریا بخور دهی درست شده که وزیر دفاع و لوی درستیز طالب ها هم دهی بولسوالی جا بجای شدن قدم به قدم پوست گذاری دارن و افرادی که وابسته و یا قرابتی که به مقاومتگرا داره مورد اذیت و آزار و کشتر و کوچ دادن قرار داده چنانچه شما در جریان بوده باشین که ضیاءالحق رائد یکی از تحصیل کرده و یک شخص دیگه ملکی که هیچ در مقاومتگرا کدام ارتباطی نداشت او را مظلومانه گرفتن شکنجه و شهید کردن همچنان سیدمون از قریه سیچی مظلومانه شهید کردن مردم را خانه را تلاشی و شکنجه کردن و بردن و تحقیق و استنتاق و دیگه کور دادن های اجباری را ضرب الاجل تعیین دارن در این وضعیت فعلی در قریه چرخ فلک در چندین پوستا و خیمه و چیزا را در قریه کزر در ایده در اوجا جا بجای کردن همچنان در تقابی دانه در بازار و سچی جا بجای کردن دیگه تیاراتشان هم بالای مقاومتگرا گشت داره جنگ رویارویی هنوز نیست در یک عمله تصادمی که رویارویی شدن در کتر سشی در یک برخورد یک موتر هایلکس چون با سرنشنوش که ده نفر بود منهدم شدن چپش و اونا هم حلاک شدن دیگه وضعیت خوست ناگوار فشار، شکنجه، تهدید، مشهد بالا است با کسی کدام تفاهم و کدام نشست و کدام نه به عالم و نه به موسفید و به کسی اعتنایی هم ندارن فقط کاری عقدمندانه را فعلا پیش میبرن ضرب الاجلشان کوچ اجباری است در ظرف 24 ساعت منطقه را تخلیه کنین مناطقی را که اینا پوستگذاری دارن از منطقه خودتان را بیرون کنین مردم غریب و نادار و ناتوانی هستند با باب دیده زن و مردشان برآمده روان است برای فعلا یک مطلب مطلب دیگری که این التماعت مشانه است که ما این مرتبه تصفیه میکنیم به نام مقاومتگر در این منطقه کسی وجود نداشته باشد در هر گوشه و کنار باشد اگر خودش پیدا نشد و وابسته و مربوطه نشد ما میگیریم شکنجه میکنیم بندی میکنیم که چنانچه پیشتر عرض کردیم که امیال به این رقم مردم را گرفته و شکنجه و تعذیب دارن مقاومتگرا با نیروی ایمان و اراده متینی که در راه آزادی و حریتشان در راه حقوق اعاده حقوق سیاسیشان اینا دارن مردانوار با پای مبارزه و مقاومتشان دوام میتن هستن آماده هستن و اگر به این قوه عظیمی را که اینا در ولسوالی های خوست آمدن و جا به جای کردن دهی ما را ننگاور میدانیم شرماور میدانیم که تمام رهبری دولت امارت طالبا تمام رهبریش از بخش نظامیش در یک ولسوالی بیاید با همه امکانات زمینی و فضایش در اینجا مصروف باشه و از طرف دیگه بگن که مقاومتگر وجود نداره وقتی که مقاومتگر وجود نداشته خیلی این قوه عظیم در اینجا چی میکنه؟ یک سوال است اگر جامعه جهانی گوشش کر نیست و گوشش نوایی داشته باشه خود قضاوت کنن که در اینجا کی دروغ میگه؟ برای چی رفتین؟ دلیل خود داری؟
اگر دلیل تو نیست که میگن که مقاومت چند قبل خود میگفتن که دجا مقاومت وجود نداره. وقتی که مقاومت وجود نداره این قوه چی میکنه سر مردم؟ مال مردم، زن مردم، زندگی مردم، دارایی مردم، همه گیر زیر تهدید. یک نظام شرعی، یک نظام اسلامی آیا همین چیز داره؟ پس معلوم میشه که دست اجنبی، دست متعصبی نیست در قبار یزید خدیجه اقدامندانه حرکت دارن. نمیخوان نظام بجور بکنه، فقط و فقط میخوان که نسل بکشن و مردم به تاراج بکنن، برای اونش برای در تاجکستان، اینش برای در ازبکستان و شاید برای در ایران. این شعارشان است. برای ما ایره شنیدیم. اگر همین گپ نبوده باشه و اینا از آدرس اسلام و شریعت کار را بکنن، همین کار را که فعلا در اندرابا و خوستا دارن، فعلا ایش در جوشه در شریعت و در قانون اسلامی مطابقت نداره. منطقه چیز بود؟ اون جایی را که بیرقشان پایان کردن در خیره سچی بود. در اوجه مقاومت گروه آمدن در یک فضای باز آرامی امنیت نماز عبادت نماز عبادتگاه را گرفتن امنیتش ما دوجا نماز ادا کردن و یک فضای صمیمیت دوستی هر کس رفت به خانه‌شان اما بعضی هستن به اساس مخالفت های رقابت های ناسالم قومی داخلیشان ایجاب بین از اونا جنگ شعله‌ور کردن و آلی فعلا مقاومتگرها از اون منطقه خود به ارتفاعات بالا بردن. منطقه فعلا دستی از اونا نیست، فعلا دیگه قوی عظیمی که آمده در اون مناطق مستقر است. یکی قوی عظیم در تحت رهبری وزیر دفاع امارت اسلامی طالبا و والی بغلان و قماندان کل اردو که در چی آمدن ایچی برنامه از خود دارن. ما او را با او حد حد نمیزنیم که قضیه ولسوالی های خوست به یک قدر چیزی قابل تشویش نگرانی میبود. میشدم که بندک اندک کار را بزنن در تقابل قرار بتن در تصفیه و تسکیه از اقدامات راششن. اما این موجی که آمده برای اقدا آمده. این اقدا از جا ناشی شده از بعضی رقابت های ناسالم داخل منطقه که بلسوال داره، کماندانی امنیش داره، استخباراتش داره داخل منطقه. اینا با کسی اگران سری پلوان و پتیشان هم جنگ کرده بودن، او را کشوندن به سیاست میکشوندن، مردم هم بر طرف وحشت و دهشت انداختن و هر طرف هر کس آزار میتن، باعث کشت و کشتار میشوند که اینمی کشت شهادت زیاولق راید و سید امان نمایانگر اینمی اقداهای شخصی مردم است. مردمایی که در طالبا هستند. و ما به ایمان کامل داریم که به اقدام هم نمیتونند که مقاومت از چیز ما و نابود بکنند. هر قدر کشته شوند امو قدر اینا ریشت میدونن به امو اندازه دیگه نفر پیدا میشن نیروش بسیشتر و محکمتر شده میروان به طرف یک رهبری سالم مقاومت.